خب دوستان عزیز یه توافق تاریخی دیروز بین ترکیه و روسیه رخ رو داد که قبل از این توافق تاریخی رو که بخوام بگم باید بگیم این توافق تاریخی که در شمال سوریه رخ داده در چه زمانی بود اولا خب میدونید که آمریکایی‌ها اومدن شمال سوریه رو تک کردن اردوغان گفت باید 400 کیلومتر تا عمق سی کیلومتر کردها رو عقب بنشینیم این تروریستا برن عقب که ما بتونیم اصلا هم امنیت خودمون رو بتونیم مهیا کنیم و هم بتونیم مردم سوریه که نزدیک دو میلیون نفر در خاک ترکیه هستن بیان اونجا بهشون اسکان بدیم که اینها بتونن اونجا زندگی کنن و در خاک خودشون باشن مسئله که وجود داشت در این حوزه خب ایران یک سری قرقرها کرد که اشتباه کرد به نظر من خب باعث ناراحتی آقای اردوغان شد حالا براتون بیشتر باز کرد اما ما جریان تروریستی پانکورد رو دیدیم که اول از دست آمریکا خیلی ناراحت شد و تو رو خدا بمونید ما این همه به خاطر شما مزدوری نکردیم که شما اینجوری ما رو رها کنی و در دست آخر اینا دست به دامن حتی اسرائیل شدن که من خیلی برام جالب بود تایمز اسرائیل که به شش زبان هست در بخش فارسیش هم در همه بخش انگلیسیش هم بود و در بخش فارسی حالا من در آوردم تصویرش رو دارید میبینید که نوشت که یکی از رهبران پانکورد شمال شرقی سوریه که نمیخواد نامش فاش بشه مصاحبه ای کرده با رادیو ارتش اسرائیل و اونجا درخواست کرده که اسرائیل مداخله کنه و کمک کنه به جریان پانکوردیس که در برابر ارتش ترکیه خب برای من خیلی جالبه که کردهای شمال سوریه از اسرائیل درخواست کمک کردند ولی این همه اناد و خیانت دارن علیه دولت محبوب و واقعا دولت مشروع و فداکار بشار هستند و علیه اینا همچنان دارن حرف میزنن و حاضر نشدن که بیان دست بشار اسد رو بفشارن و کشور رو دوباره بسازن و رفتن از استوبن چرا ما میگیم آقا هر جا کرد هست متاسفانه البته واژه درستش اینه هر جا احزاب کردی است کسانی هم که میگن هر جا کرد است اشتباه نمیگن انقدر این احزاب کردی بخش های کردنشین و مغزشون شسته شستشو دادن به هر حال باز ما به خاطر احترام باز همون واژه احزاب کردی رو بگیم هر جا احزاب کردی هست آنجا اسرائیل است در تایمز اسرائیل میتونید در کنار من تصویرش رو ببینید که رفتن درخواست کردن از اسرائیل چند نفرتون میدونید که در روز پنجشنبه این درخواست مطرح شد پنجشنبه 17 اکتبر همین 5 روز پیش الان چهارشنبه سر دیگه در پنج روز پیش دقیقا احزاب کردی اومدن و اعلام کردن که ما درخواست دادیم از اسرائیل که بیا مداخله کنه در این شرایط آقای اردوغان رفتن در شهر سوچی روسیه دیداری داشتن با آقای پوتین که هم تصویرش رو بهتون نشون بدم یه دیداری داشتن با آقای پوتین و گفتگوهای زیادی داشتن پنج ساعت این دیدارشون به طول انجامید و در این پنج ساعت به توافقات بسیار مهمی رسیدن که آقای سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه دیشب اومد اینو رسانه کرد توافق اینه که روسیه توافق کرد با ترکیه که شما میتونید 400 کیلومتر وارد خاک یعنی 400 کیلومتر از نظر طول وارد خاک سوریه بشید و تا عمق 3 سی... کیلومتری تروریستا رو به عقب برانید اما این اما یعنی پیروزی سردار مقاومت این اما یعنی پیروزی ایران و کسانی که در محور مقاومت هستند اما سربازان ترکیه بایستی گام به گام جای خودشون رو به ارتش سوریه و پلیس ارتش روسیه بدهند یک ارتشی رو چون الان خب میدونید نیروهای هوادار بشار سر. ارتش بشار سر. خب اونقدر الان نمیتونه قوی باشه که کل مرسا رو بتونه پوشش بده و همه رو به تنهایی تو دست بگیره در این جنگ خانمانسوز 8 9. ساله در سوریه چقدر جوانهای وطن پرست سوری هواداران سردار مقاومت بشار اسد جان دادن خب این ارتش ضعیف شده ارتش سوریه نمیتونه امروز به تنهایی روی پای خودش به صورت کامل وایسه باید یاری بگیره از روسیه و ایران حتی باید حواسمون جمع باشه روسیه به هر حال شطرنج هست یک جایی بالاخره دورمون خواهد زد ما باید چشباز حرکت کنیم اما مهم اینه که بعد از هفت سال که این تروریستای پان کرد کلی از زمین های سوریه را قصب کرده بودن اینها رو دزدیده بودن اومده بودن زورگویی و سرگردن کشی کرده بودن تو کنترل اهداف تروریستی خودشون گرفته بودن امروز با یک هزینه ای که سوریه نپرداخت ایران نپرداخت مدافع وطن ایران که حالا به خودشون مدافع حرم میگن نپرداختن ارتش ترکیه اومد با اینا درگیر شد خب ترکیه میدونید یه کشور منافقی است همواره ضد بشار اسد بود درگیری ترک ها و کورد های سوریه من گفتم این گوارای وجود سردار مقاومت و بشار اسد هست این گوارای وجود مدافعان وطن ما یا مدافعان حرم ما هست اینا همش به نفع ماست همه اینها میره در کیسه تمدن دن... حوزه تمدنی ایران بزرگ بدون اینکه ما هزینه بکنیم بدون این که ما حتی یک تیر شلیک بکنیم تمام جاهایی که جریان پانکوردیس هفت سال به زورتون تونسته بود بگیره همه اونا رفت در قلک حاکمیت ملی سوریه یعنی مهمترین متحد به ما متحد ما مهمترین کسی که از نظر استراتژیک ما داریم تو منطقه باش کار میکنیم و امروز بیشتر سواحل دریای شرقی مدیترانه که در خاک سوریه هستن یکی پس از دیگری داره به مدیریتش به حساب ایران ریخته میشه خب اینا اقداماتی است که من بهتون گفتم آقا جوگیر نشید آی فلا همتباران کرد ما الان ترکا اومدن این اینا چرندیات اینا اینا رو به شما میگن جو بگیرتتون دیدید توافق تاریخی دیشب و دیشب دیداری که آقای پوتین در سوچی با آقای اردوغان داشت همه اینا رفت در حوزه تمدنی ایران بزرگ حالا روسیه هم میخواد نقش خودش رو بازی کنه روسیه هم خودش رو با آمریکا داره میخواد یک پیامی به آمریکا بده که آقا جا اینجا تا دیروز تو بودی دقیقا جاهایی که تو سرباز تنان تنان دیدم نیویورک تایمز زمین رو زده حالا براتون میخونم دقیقا جاهایی که تا دیروز تو دستت بود سربازان آمریکایی اونجا بوده اکنون سرباز روسی جاشو میگیره روسیه هدفش چیست از این داستان روسیه میخواد یک پیامی مخابره کنه به عربستان و غیره که اگر آمریکا از شما نمیتونه پشتیبانی کنه من روسیه من آقای پوتین میتونم جای آمریکا رو برای شما بگیرم و من انقدر قدرت دارم که به ایران بگم دست از سر شما برداره این دیدگاه روسی است که البته من اینو بگم این من پوزش میخوام یه چیزی بنوشم پوزش میخوام البته این دیدگاه آقای پوتینه که این دیدگاه آقای پوتین ما در داستان اتفاقاتی که در حلب افتاد بهش فهموندیم که اشتباه میکنه در بله در حلب بود اگر اشتباه نکنم حلب بود نه در همف بخشی در شهر همس ما بهش فهموندیم که اشتباه میکنه من بینم اینترنت هم یه این مقدار ضعیف شده اینجا این برای گوشی الان درست میشه ما در شهر همف به آقای پوتین فهموندیم که آقا تو اشتباه میکنی فکر نکن میتونی بری الان گفتگو کنی با کشورهای همسایه ایران و به اونا بگی آقا جا مثلا ایران زیر مجموعه روسیه است ما اگه به ایران بگیم این کارو کن اون کارو نکن ایران گوش میکنه اینا خود توهمات پوتینه بالاخره اینا از یک دولت یک پیشینه تزاری دارن میان اینا تزار داشتن و بالاخره یک روسیه بزرگی داشتن و تو اون توهمات هستن در دوران مارکسیستی هم بالاخره کشور بزرگی بودن و همیشه کشورهای دیگر رو به چشم کارت های بازی خودشون میخوان نگاه کنن این ذات روسا هست ولی ما در شهر هومس به اینا نشون داریم که نه اشتباه میکنید اینا رفتن با ترکیه معامله ای کردن که آقا سربازان تروریستی جبهه نصرت واسه خودشون برن بدونی که با ایران گفتگویی کرده باشن ایران جلو اینا رو گرفت کجا میرید چه غلطی میکنید همگونه این ما توافق کرده روسیه با ترکیه ایرانو غلط کرده اینجا دست ما مدافعان وطن ایران دست مدافعان حرم مدیریت و فرماندهی اینجا با ماست کی گفته شما بیرید برگردید من روسیه زنگ زد به ایرانو که آقا جان ما هماهنگ کردیم جای شما گفتیم که خوشا خب با شما متحدیم دیگه نیاز نیست صحبت جای شما رفتیم با ترکیه صحبت کردیم ایران و فرماندهان سپاه ایرانم انگشت وسطشون رو به عنوان احترام به آقای پوتین نشون دادن گفتن غلط کردی و حسابی اضافی هم خوردی که جای کشور بزرگی چون ایران میریم و ما اگر با تو امروز اهداف مشترک داریم اهداف مشترک داریم فکر نکن یک زمانی خیالات ورداره الان زمان روسیه تزاریه ما ایران قاجاریه هستیم تو استعمار، استعمارگر هستی و ما مستمرت شاید امروز تو دیر استعماری داشته باشی اون به خودت مربوطه اما ما حاضر نمیشیم برای کسی مستعمره بشیم اینام توهمات آقای پوتینه حواسمون هم باید باشه تو الان رفت با عربستان و اینام دیدار کرد این ذهنیت ها رو آقای پوتین داره و الان هم که این پلیس ارتش یک جریان اینو دارن به نام پلیس ارتش روسیه اینها الان قرار شد که بیان در مرزهای بین ترکیه و سوریه اون جایی که الان ترکیه داره میگیره به جای سربازای ترکیه این ار... پلیس ارتش روسیه در کنار ارتش سوریه قرار بگیرن و این در توهمش خب اینو داره که من میخوام پیام بدم به این کشورها که اگه آمریکا پشتتون رو خالی کرده من میتونم پشتتون رو پر کنم ایران از من حرف شنوی داره خب این ذهن آقای پوتینه ولی در دنیای واقعی بدونید که همچین چیزی نخواهد شد چون ایران یک بحث عزت طلبی داره و در این چهل سال جمهوری اسلامی با تمام ایرادات و تمام اختلافاتی که من باهاش دارم به هیچ کس باج نداده که حاضرش مستمره بشه باج اینجوری نداده که بگه آقا همه چارچوب درست معامله کرده معامله بدم کرده آدم معامله بد میکنه ولی به این نیت نبوده که آقا جان من مثلا حاضرم بیام زیر پرچم تو مستعمله بشم هر جا با هر کسی همکاری کرده در حوزه تمدنی یا کشورهایی به مانند لبنان و سوریه و اینا اینا نگاهی پدرانه به ایران داشتن یا به مانند روسیه که نگاهی رفاقتی ما داشتیم آقا بر سر یک هدف مشترک همکاری رفاقتی میکنیم ولی اگر تا دیر استعماری بدون ما مستمرت نیستیم و اینا در شهر همس و اتفاقات همس سوریه به روسیه ثابت کردیم یعنی اینا رو باید داشته باشیم حواسمون چشامون باز باشه خب این داستان اونجاست و اتفاق تاریخی اینه که اگر بشار اسد میخواست این زمین های شده توسط جرین پانکوردیسمو و در شمال شرقی سوریه رو دوباره بازپس بگیره و به حاکمیت ملی سوریه اضافه کنه متحمل کلی هزینه های انسانی و مالی میشه در ارتش خودش با توجه به این همه استقامت و اینکه فعالیت هایی که ارتشش داشته و این جنگ های فرسود ارتش بشار اسد رو خسته کرده و حالا این یک بودش بود در بود رسانه ای هم که تمام این فوشایی که امروز به اردوغان میان اون موقع بعد میومد به طرف بشار اسد دوباره آمریکا شروع میکرد که آقا جان داری تا جنایت جنگی میکنی من مجبورم الان بیام موشک بارانت کنم همون کاری که بارها آمریکایی بهانه هر جا که نیروهای بشار اسد می نیروهای ارتش ملی سوریه می اومدن با تروریست های جبهه نصرت و اینا به جنگن یه بهانه در می آورن. یه دونه بهانه آی فلان و شما شیمیایی زدید می اومدن و مواضع حکومت ملی سوریه رو مورد بمباران قرار میدن خب این اتفاق الان نیفتاد بدونی که بشار اسد کثیف بشه تونست دوباره زمین ها رو بگیره کثیفیش مال اردوغان منافق نوش جونش آمریکا میتونه به اردوغان قرب بزنه میتونه به اردوغان حمله کنه از نظر چارچوب رسانه و میتونه حتی تحریمش کنه ولی نمیتونه حمله نظامی کنه به اردوغان که ولی اگر بشار اسد میخواست بره بخش کرد نشین نجات بده و دوباره باز پس بگیره به زمینه خا... حاکمیت ملی سوریه کنه آمریکا میتونست به بشار اسد دوباره به موازش حمله نظامی کنه و بمباران کنه خب این اتفاق اتفاق ایم. من هم روز اول گفتم اردوغان به کرد شروع کرد گفتم به گوارای وجودت باشه آقای بشار که حاکمیت ملی بدون هیچ دردسری در شمال شرقی سوریه رفت تو حساب تو و خب دیدید الان توافقی که دیر من این پیشبینی رو کی کردم اومدم یادتونه با لایو اینستاگرام یه ده روز پیش انجام دادم من از ده روز پیش بینی درست در دیروز رسمیت یافت یعنی این پیش بینی که آقای پوتین و آقای اردوغان امضا کردند که به جای سرباز ترکیه ارتش سوریه با کمک پلیس ارتش روسیه قرار بگیره در بخشایی که تا دیروز دست پانکوردا بود پانکوردا میگن آی ما تمام زحماتمون از دست زحمات چی خیانتتون زحمات وطن فروشیتون کشور تو جنگ جنگ داخلی شما سهم خواهی کردی تخم هر ما حقتونه مردم کردنشین سوریه رو به اینجاشون رسوندی کلی از این مردم رو به کشتن دادید اینا آخرش هم بفرمان دو دستی باید بدی آقای بشار اسد و اینا اینا توهم دارن و همچنان باز کردستان بزرگ اینا, اینا واقعا آدم یانه اپوزیسیون ایران میفته 40 ساله میگه اینا روز آخرشونه اینا صد ساله میگن ما داریم که کشور بزرگ کردستان رو را میندازیم به را خب این اتفاقات اتفاقات نیکی بود من دیدم نیویورک تایمز اومد این قضیه رو پوشش داد نوشتش که دقیقا از روی نیویورک تایمز دارم براتون میخونم نوشت که مسکو قرار است کنترل مناطقی را در دست بگیرد که سربازان آمریکایی از چند هفته پیش شروع به ترک آن کردن از واشنگتن پست و تمام رسانه های عربی رو که من نگاه کردم عموم این رسانه های عربی به الجزیره و حتی العربیه از توافق تاریخی نام آوردن گفتن توافق تاریخی پوتین با آقای اردوغان و واقعا توافق توافق تاریخی است کار آمریکا و نیروهای تروریستیش اونجا تموم شده و در این حلوهش و حاشیه این دیدار هم خب اردوغان ناراحتیش از ایران بیان کرد گفتش که آره آقای روحانی بعد جلو خیلی از این مقامات ایران رو میگرفت اظهارات مقامات ایران باعث دلخوری ما شد البته اول از همه بگم که دلخوری شد فدای سر بود که باعث دلخوری شد تو از خیانت زیاد کردی در زمانی که ایران داشت با داعش می جنگید یا واقعا انسان شریفی چون بشار اسد جونش کف دستش گرفته بود در برابر داعشیا داشت می جنگید تو هی از موازه ایران و بشار انتقاد کردی باعث ناراحتی ما هم شد غلط زیادی هم کردی که انتقاد کردی ولی ما مسئله درست تحلیل میکنیم متاسفانه این دفعه درست میگی ناراحتی آقای اردوغان این سری از ایران متاسفانه درسته ما باید یک پوزه بندی بر دهن برخی از این چهره های سیاسی داخل کشور حالا سیلیبریتی ما میگیم بیشوره نمیفهمه میگیم مهناز افشار یه انسان کثیف و بی سوادیست نمیفهمه میگیم آقا شجریان نمیفهمه که پست گذاشتن پسرش مثل که گذاشته بود میگه خیلی از این به حال هنرمندان ما سیلیبریتی های بی سواری هستن اینا نمیفهمن میگه آقا این دوستان عزیز گذشته ما بچه های پانیرا که من واقعا قلبا خیلی دوستشون دارم اینها یک مقدار در این حوزه ها سوارشون نمیرسه شعورشون نمیرسه اینا رو مقامات سیاسی ای سی ایران چرا؟ ما این همه شهید داریم کلی از این پانکورده سوریه از ما شاید شماها چرا دیگه نمیفهمید در مجلس ایران بسات کردبازی و اینا جریان پان کرد بازی و اینا رو را انداختید اینا من نمیفهمم یعنی اینا در این حوزه آقای اردوغان حق داشت از ما من... نقد کنه البته خودش از این غلط قبلا زیاد کرده بود اول از همه غلط کرده ولی دوم از همه در این مورد به خصوص حق داشت آقای اردوغان از ایران انتقاد کنه ولی خب در حال اصل داستان آقای اردوغان باید بدونه نظامی های ایران که زیاد موزه نگرفتن که اصلا آقای اردوغان نظامی های ایران جریان گارد جاویدن ایران اگر نمیخواست وارد خاک سوریه بشی و این اقدامات علیه جریان پان کردیس انجام بدی مطمئن باش مخالفتش رو به گونه ای بیان میکرد که تو اصلا جرأت نکنی یک تیر به مرزهای سوریه شلیک بکنی بنابراین اینو بدون آی اردوغان درست برخی از سیاسی ما غلط زیادی کردن اما مهم مهمتر از همه دیدگاه بزرگانی چون سلیمانی و جریان نظامی ایران و گارد جاویدان ایران در منطقه بود که چراغ سبز و سکوتشون بهت نشون دادن یعنی بدون که ایران در اون بخش اصلی تصمیم گیری و مردان تصمیمش که تصمیمات اساسی رو در ایران میگیرن مشکلی با این عملیات نداشتن که اگر مشکلی داشتن مشکل برات به وجود می آوردن. به قول معروف کسکم یعنی تو این زمینه بدون که ایران چراغ سبزش رو در حوزه نظامی بهت نشون داد تو, تو حوزه حالا بخش سیاسی مون خب دیگه بالاخره ما آخه سیاسی نمونم زیاد نمیفهمم بعضی از اینایی که تو این تعمیله هستش به نام مجلس متاسفانه اینها آدمایی هستن که یک خانومی به نام موگرینی که یک ایران ستیزه ببخشید اومده بود کلی از منافع کشور ما رو با اون قرارداد برجام تحقیر ملیمون کرده بود به همون یک ترکمنچایی واقعا وحشتناک تحمیل کرده بود این نمایندگان این طویلمون به نام مجلس دنبال این خانوم بودن که باهاش عکس سلفی بگیرن خاک بر سر نماینده مجلس خجالت نکشیدی شما اون همه مرد دنبال این خانوم را افتادید باش عکس بگیرید واقعا شرم آوره به حال آقای اردوغان اینا رو جدی نگیره اون بخشی که بعد جدی امروز گرفت کشور ما فقط آقای خامنه نی و نیروهای نظامی شد بقیه زیر قابل جدیت نیستن در حال این آقای اردوغان بدونه اما یک درس عبرتی دوباره در این داستان وجود داره آقای ترام 48 ساعت پیش بگم واقعا وقاحت این ترامپ و یا اینا از همه دنیا طلب دارن ها انقدر که وقیحن ببینید چی برگشته گفته آقای ترامپ 48 ساعت پیش برگشتن وقتی که خودشون پشت تروریست پانکورد رو خالی کردن بعد که فهمیدن این تروریست پانکورد پانکور وقتی که دیدن آمریکا ولشون کرده پیام میدن به اسرائیل اسرائیل در عمل که کمکشون نمیکنه در حوزه رسانه ای حالا در خود تلاوی یه تظاهرات براشون راه وقتی که دیگه از ترس سربت دیدن که آقای اردوغان هم حاضر نمیشه با اینو مذاکره کنه وقتی که دیگه از اینجا رونده و از اونجا مونده شده بودن کردهای سوریه یواش یواش گام هایی رو برداشتن نزدیک بشن به بشار اسد و بیان دست بشار اسد رو ببوسن ترامپ رو ببینید این دیگه چقدر وقیه واقعا وقاحت هالیوودیه برگشته هشدار داده به کورت های سوریه گفته که حواستون باشا نرید متچیز چیز کنید مذاکره کنید با بشار اسد وگرنه این وگرنهش ادامهش رو نمیدونم چون این پی پا... این صحبت و این خبر رو رهبران پانکورد دادن و اشاره نکردن که ترام تو چه حوزه هایی گفته وگرنه من ولی میتونم پیش بینی کنم وگرنه آقای ترام احتمالا این بوده که آقا مثلا سلاح که بهتون دادیم پولایی که بهتون تا به امروز دادیم ازتون پس میگیریم یا دیگه قطع میکنیم تو این حوزه ها بوده ولی وقاحتشو داری این پانکورت های تروریست رو گوشت قربونی دم توپ ترکیه کرده بعد به اینا میگه نه حالا با بچه رسته مذاکره کنیم وگرنه گرنه وگر نه چی؟ یعنی <laughs> وقاحت هالیوودی جماعت این یه درس است برای احمقای چون رضا دیبا و مریم رجوی و بابا کورت که نیروی واقعی دارن پانکورت های سوریه بویژه یا حتی پانکورت های عراق هم سرنوشتشون یادتونه دیگه این آقای بارزانی اومد رفراندوم برگزار کنه دید آمریکا پشتش رو خالی کرد اونجا هم شکست خوردن که بعد اینام شدن گوشت لای دندان بچه های سال شبی در کرکوک دیدی کرکوک رو چهار ساعته گرفتن این آمریکا اینها که نیروی نظامی دارن این همه به خاطر آمریکا کشتن جنایت کردن این همه جنایت کردن به خاطر آمریکا آخرش آمریکا برگشت آقای ترامپ بهشون میگه شما آخرش هم پشتشون اینجوری خاریه شما پروفیوزا به مانند خانم مریم رجبی و رضا دیبا و با بقیه حالا بقیهشون که دیگه واقعا توفاله چایی هم نمیشن چون این حسن شریعت مده اینا رفتن شورای مدیریت گذار شما دیگه و بادشک همه شکم کنون باستن هستید و کنون معده هستید من نمیدونم شما ها دیگه چی میگید شما ها که دیگه عددی حساب نیستید آمریکا میاد به خاطر شما حکومت چنج کنه نقض خر خوردید این کردا بودن اینجوری پشتشون رو خالی کرد که براش آدم کشته بودن شماها که بخشی تومون خودتون هم نمیتونید بالا بکشید به با، تا چه برسه به آدم کشی دیگه اینا که برای آمریکا آدم کشته این سرنوشته بود بابا این درسای های عبرت رو یاد بگیرید این درسای های عبرت رو پند بگیرید تا چقدر میخواید خیانت کنید به آب و خاکتون تا چقدر میخواید چشتون به دنبال آقای ترام باشه اینقدر چشتون به دنبال ترام باشه ایران هر روز داره قدرت بیشتری میگیره حالا شما هی چشتون باشه هی بگی آقا امروز اینجوری میشه فردا اونجوری میشه این فرنهش به هر این توافق تاریخی دیروز روسیه با ترکیه نه به سود روسیه حتی به سود روسیه به خاطر توهمات روسیه است برداشت های روسیه است از توی منطقه میخواد جایگزین آمریکا بشه و کشورهای عربی رو به خودش حتی میتونه تا یک حدودی توهم باشه تا یک حدودی نه میتونه پول عربستان و غیره رو بگیره که بگه من جای آمریکا ازتون محافظت میکنم ولی اگه هر جا لازم بشه ما آرام کرو بزنیم همونطور که از آمریکا اجازه نگرفتیم از روسیه هم اجازه نخواهیم گرفت آقای پوتین اینو بدونه میتونه بره توی گفتگو از عربستان نقش آمریکا رو بازی کنه حالا اونا بهش پاتریوت مینداختن روسیه بره بهش s 400 بندازه افتخار ایرانیا که روسیه حتی سر درگیری ما با آمریکا میخواد سر ما هم کلا بذاره s 400 به ما بندازه ما بهش گفتیم نه داداش به قول محروف. ما خودمون رفتیم 15 خرداد را انداختیم این افتخار ما ایرانی هستش که خودمون رو پای خودمون وایسادیم و این اقدامات داریم میکنیم من چرا اینترنت اینستاگرام هم باز قطع شد ایراد نداره به حال خب قطع شد حالا اینستاگرام بعدا دوباره میایم بذارید ببینم میتونیم دوباره بریم و این یه افتخار حالا روسیه میتونه بیاد نقش آمریکا رو بازی کنه آمریکا به اینا پاتریوت انداخت حالا اینا هم 400 بندازن ولی من یه پیامی هم به آقای پوتین اینجا دارم آقای پوتین باید داریم همکاری می‌کنی تو با ما داری بیشتر همکاری میکنی چون سلیمانی آورد تو تو جنگ سوریه تو سلیمانی رو نهی برج جنگ سوریه اینا رو یاد یاد بگیری تو میای پابوس آقای خامنه ای ما نمیریم آقای ای که نمیره ولی روسیه اینو بدونه میخوای از اینا بدوشی برو بدوش به خودت مربوطه ولی زیاد وعده وعید بهشون نده چون از سنگ رو یخ میشی چون ایران هر وقت اراده بکنه عملیاتی چون شبیه آرامکو رو انجام خواهد داد و براش مهم نیستش که سیستم پرافندی آرامکو پاتریوت آمریکایی باشه یا اس 400 روسی هر زمان ما اراده کنیم چه پاتریوت اونا باشه چه اس 400 شما همون اتفاقی میافته که دیدی انقدر نقطه زنی قویز که ما نقطه زنی کاری خواهیم کرد که سرباز روسی هم نتونه با نی با ساندیسش انجام بده اینو بارها گفتن ولی میتونی بریم مثلا نقش آمریکا رو بازی کنی یه پولی از اینا بچاپی ولی زیاد وعده وعید نده که بعدن خود سنگ رو یخ یا یعنی اینو بگم بهت میخوای از این حالا بدوشی بدوش ولی از طرف ایران زیاد گندگویی نکنی یه وقت بگی آقا مثلا افزار ایران دست منه من هر وقت بگم ایران این کارو بکنه اون کارو بکنه گوش میکنه خودت سنگ رو یخ میشی اینو بدون آقای پوتین نه تو روسیه تزاری قدرتمنده دیویس سال پیشی نه ما ایران ضعیف قاجاری دیویس سال پیشی مسائل خیلی دگرگون شده امروز ما با یک هژمونی واقعی طرفیم اگر میخوای احترام خودت تو حفظ کنی و غیره در همکاری با ایرانه و زیاد هم پشت ایران نری کنار مثلا اسرائیل و عربستان اینا بگی من افزار ایران دستم مثلا گوش کنید فلان کنید پول بگیری از ای طرف ایران بخوای خیلی حرف بزنی خودت سنگ رو یخ میشید. چون ایران هر زمان اراده کنه هر کاری بخواد میکنه اینو من بهت قول میدم در هومس هم ثابت کردیم در شهر هومس هم رفتی بدون ما مذاکره کردی با ترکیه سنگ رو یخت کردی مجبور شدی بگیم مذاکرات سه جانبه خودت بلند شدی اومدی تهران با اردوغان مذاکرات سه جانبه رو انجام دادید یعنی اینا هم بگم که برای آینده بعد نیست یک درس عبرتی رو هم پوتین بگیره تو این زمینه که بهش گفتم هم کشورهای هم جنین اپوزیسیون ایرانی بگیرن که آمریکا چجوری پشتشون رو خالی کرده و در نهایت موفقیت بزرگی که بازپسگیری بخشای کردنشین توسط ترک های ترکیه و ریختنش در قلک بشار و حوزه تمدنی ایران بزرگ و به تمام کسانی که در محور مقاومت زحمت کشیدن به همه کسانی که دل در گرو ایران بزرگ دارن خجستباد میکن و این پیروزی ها شاد باش پاینده ایران بدرود همتون رو به اهور و ایران میسپارم و پوزش میخوام بابت سرماخوردگی و اینا دیگه شرمنده بدرود